با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو میپردازیم به واکنش جنجالی آناشید حسینی در رابطه با ریل زدنش با پویان مختاری. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همین جا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. آناشید حسینی یکی از مدل‌های جذاب و زیبا و محجبه فضای مجازی هستش که این روزها ریل زدنش با پویان مختاری حسابی سر و صدای زیادی ایجاد کرده. بانو آناشید حسینی عروس سفیر سابق دانمارک بوده که به تازگی از همسر سابقش آقای امیر حسین مرادیان جدا شده و جدیداً حاشیه‌های جنجالی رو با ریل زدنش با یکی از شاخ‌های اینستاگرامی پرحاشیه یعنی پویان مختاری ایجاد کرده. بعد از لایو پویان مختاری که در اون صدای آناشید حسینی به گوش می‌رسید که پویان مختاری از اون بانو سوال کرد که آیا من رو دوست داری یا نه، که باید در این لایو اعلام کنی و من رسما در حضور فالوورهام میخوام از تو خواستگاری کنم، که آناشید حسینی هم در پشت صحنه گفت بله، ولی قرار نیستش که این صحبت ها رو در لایو در کنار طرفدارات به من بزنی. پویان مختاری حتی در اون لایو اعلام کرد پدر و مادر خانم آناشید حسینی هم از ارتباط این دو نفر کاملا مطلع هستند و روابط پویان مختاری و آناشید حسینی به گفته ی پویان مختاری فراتر از یک رابطه ی دوست دختر و دوست پسری هست و قراره که به زودی با هم ازدواج کنند. ریل زدن پویان مختاری و آناشید حسینی منتقدان زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته و بسیاری از افراد به آناشید حسینی اعتراض کردند که چرا پویان مختاری را برای رابطه‌اش انتخاب کرده و آناشید حسینی در پاسخ منتقدین و دوستدارانش در پیج اینستاگرامش با منتشر کردن چند استوری این چنین گفته: همیشه امیدتان به خدا باشد نه بندگانش، چون امید بستن به غیر خدا همچون خانه عنکبوت است، سست، شکننده، بی اعتبار. خدا به تنهایی برایتان کافی است، در همه حال به او اعتماد کنید. صبح ظهر به خیر. بعضی طرفداران آناشید حسینی در وصف آناشید دایرکت فرستاده بودند و آناشید حسینی این دایرکت ها را منتشر کرد. یکی از طرفداران آناشید نوشته بود: آنای قشنگم، میدونم ممکنه پیامم رو نبینی، اما میخوام بهت بگم با همه این اتفاقاتی که افتاده ذره ای از علاقه من یا ماها نسبت به تو کم نشده و این زندگی شخصی خودت بوده و به ما چه؟ تو تنها کسی هستی که بهترین تصمیم رو برای زندگی خودت میگیری و آرزو میکنم هر تصمیمی بگیری بهترین باشه و خوشبخت باشی همیشه، بدون که خیلی 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 زیاد دوستت داریم. و آناشید حسینی هم در پاسخ به این دایرکت یکی از طرفدارانش این چنین نوشت: انقدر تعداد دایرکت های قشنگتون زیاده که از وقتی بیدار شدم دارم میخونم و تموم نشده. من مطمئنم شماها مثل همیشه به هم دلگرمی میدید و کاری میکنید که کم نیارم مثل همه سالهایی که گذشت. اما دایرکت دیگری که آناشید حسینی از یکی از طرفدارانش منتشر کرد این بود: آنای مهربون و زیبا، اینو بدون که جذابیت شخصیت تو برای ما دخترها قطعا روحیه مبارزت و قوی بودنت و موفقیتات تو کارته و تصمیمای شخصی تو برای زندگی تأثیری تو علاقه ما نمیذاره. همچنان آناشید حسینی برای من یک دختر قرتی و مهربون و قوی میمونه و ذره از دوست داشتنم کم نمیشه. و آناشید حسینی هم در پاسخ به این دایرکت این طرفدارش این چنین نوشت: قربون دل مهربونتون برم من.
آناشیده حسینی در ادامه با یک استوری دیگه این چنین نوشت: امشب داشتم تو اکسپلور میچرخیدم، چند ثانیه یک بار به عکس بی حجاب خودم برمیخوردم یا عکسای خصوصی زندگی گذشتم. میدونید کیا پخش کردن؟ آدم هایی تو لباس انسانیت با افکار از نظر خودشون درست، کسایی که فکر میکنن فوق‌العاده و بی عیب و نقصند و دائم انگشت اتهامشون به سمت دیگران و آدم های دیگر رو بد خطاب میکنن. نمازشون رو میخونن، بعد میان گوشی رو میگیرن دستشون و خدایا به امید تو امشب عکسای بی حجاب فلانی رو پخش کنیم، امشب بگردیم ببینیم فلانی چه رازی داشته تو زندگیش، همونو بگیم، انقدر بگیم تا از پا در بیاد بی پروا بدون ترس. اصلا من بد عالم، ولی حقم پخش شدن عکسای خصوصی نیست که، هست. چه بدی بهشون کردم جز این که سکوت کردم و چشم گفتم و تمام؟ شاید باورتون نشه، ولی من دیگه انگار سر شدم. این آدم ها هر بلایی دوست داشتن سرم آوردن، هر ضربه‌ای که میزنن از قبلی محکم تره، ولی این چیزا دیگه منو از پا در نمیاره، فقط روز به روز قوی ترم میکنه. حالا اینا مهم نیست، من از سر شب همش دارم فکر میکنم این آدم ها مدام دارن از بد بودن دیگران به من میگن. گاهی اون کسایی که چهرهای واقعیشون رو هیچ وقت به همون نشون نمیدن و ما فکر میکنیم خوبن، واقعا آدم های خوبی نیستن، و گاهی برعکس. من از این داستانها یه چیز رو فهمیدم و همین برام بسه، آدم ها رو از روی ظاهر قضاوت نکنم. تمام. اینا صحبت های آناشیده حسینی برای طرفدارانش و منتقدانش بود، که البته پویان مختاری هم در اون لایو اخیرش اعلام کرده بود که یک سری از افراد آناشیده حسینی رو به شدت اذیت کردند و اشک آناشیده حسینی رو درآوردن، و پویان مختاری در اون لایوش اعلام کرد که به هیچ عنوان از اشکای آناشیده حسینی نمیگذره و اونها همونهایی هستن که آناشیده حسینی حسابی بهشون محبت کرده بود و پویان مختاری ازشون پذیرایی کرده بود. دوستان عزیز، این ویدیو صرفا بر اساس اتفاقاتی که در پیج اینستاگرام این شاخه اینستاگرامی رخ داده برای شما در قالب یک ویدیو تهیه کردیم و به هیچ عنوان نظرات شخصی خودمون رو قید نکردیم. لطفاً اگر مایل هستید لینک این ویدیو رو در گروه های ایرانیان مقیم خارج از کشور در فیسبوک و در سایت های مختلف لطفاً شیر کنید.